درود به شما دوستان امروز درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه هگل صحبت می کنم هگل یکی از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ به حساب میاد حواستون باشه که فلسفه تاریخ رو با تاریخ فلسفه اشتباه نگیرید تاریخ فلسفه یعنی روایت این که چه کسی در چه زمانی چه اندیشه هایی داشته مثلا فیلسوفان یونان باستان چگونه تفکراتی داشتند یا فیلسوفان مسیحی قرون وسطا چه میگفتند یا فیلسوفان انسانگرای دوران رنسانس چندی شاهی داشتند و الاخر تاریخ فلسفه همون معنایی را از تاریخ تدایی میکنه که برای عموم مردم آشناست چیزی شبیه تاریخ هنر یا تاریخ علم اما فلسفه تاریخ یعنی اندیشیدن درباره معنا و ماهیت تاریخ یعنی تلاش برای فهم منطق و سازوکار تاریخ البته میشه فارغ از فهم تاریخ فقط وقایع تاریخی رو روایت کرد. روایت تاریخ یعنی بیان آنچه گذشت. فلسفه تاریخ یعنی فهم معنای آنچه گذشت. خب با این مقدمه بریم که درباره فلسفه تاریخ از نگاه هگل صحبت کنیم. خب اگر بخوام فلسفه تاریخ هگل رو در یک جمله خلاصه کنم میگم که تاریخ آرمانگراست. باور کنید میشه ها و روزها درباره مفهوم این جمله صحبت کرد. البته برخی هم گفتن که تاریخ هدفمنده. ولی من فکر میکنم بهتر بگیم تاریخ آرمانگراست. چون هدف مقصودیه که به طور عینی و مطلق تحقق پذیره و میشه بهش رسید. اما آرمان ایدئالیه که در افقهای دور دست وجود داره میشه بهش نزدیک و نزدیکتر شد اما نمیشه به طور مطلق بهش رسید. مثلا سال 2023 در کشور فرانسه 5 درصد تورم وجود داشته. هدف دولت اینه که در سالهای آینده نرخ تورم رو به 2 درصد برسونه. این یک هدف چون میشه به طور مطلق بهش رسید. اما مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، عدالت و غیره از جنس آرمان هستند نه از جنس هدف. آرمانها ها هستند که در افقهای دوردست وجود دارند میشه بهشون نزدیک و نزدیکتر شد گرچه هیچ وقت به صورت تمام و کمال تحقق نمیابند. پس با توجه به تفاوتی که بین مفاهیم هدف و آرمان وجود داره بهتره به جای گزاره تاریخ هدفمنده از گزاره تاریخ آرمانگراست استفاده کنیم. خب، حالا که گفتیم از نظر هگل تاریخ آرمانگراست، این سوال پیش میاد که آرمان تاریخ چی هست؟ آرمان تاریخ پیشرفت اندیشه به معنای رشد اقلانیت و ارتقای سطح آگاهی پیشرفتی که ابتدا در حوزه ذهن شکل میگیرد و بعد به بهبود عینی شرایط زندگی انسان ها منتهی میشه اجازه بدید براتون مثال بزنم لیبرالیسم سیاسی اندیشه بود که به ذهن جان لاک خطور کرد ایده که در عالم ذهن شکل گرفت و تجلیش در عالم واقع ایجاد دموکراسی های مدرن شد. یا مثلا لیبرالیسم اقتصادی اندیشه بود که به ذهن آدم اسمیت خطور کرد ایده ای که در عالم ذهن شکل گرفت و تجلیش در عالم واقع ایجاد نظام های کاپیتالیستی در جوامع مدرن شد. توجه داشته باشید که هگل یک فیلسوف ایدئالیست بود. ایدئالیست نه به این معنا که به دنبال یک جهان ایدئال باشه، بلکه به این معنا که می گفت ایده ها و اندیشه ها هستند که واقعیت جوامع بشری رو می سازند. به بیان دیگه ایده ها و اندیشه ها به واقعیت عینی جوامع بشری مقدمند و جهان انسان ها هدایت می کنند. از نظر هگل تاریخ بشر چیزی جز تاریخ اندیشه نیست و آرمان تاریخ پیشرفت اندیشه به معنای رشد اقلانیت و ارتقای سطح آگاهیه. از نظر هیگل پیشرفت اندیشه که آرمان تاریخ هم مطلوب و هم اجتناب ناپذیر مطلوب از این جهت که در بازه طولانی زمان باعث بهبود شرایط زندگی انسان ها میشه اجتناب ناپذیر از این نظر که تاریخ پیشرفت اندیشه را به انسان ها تحمیل میکنه دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره نهایتا هیچ کس نمیتونه در برابر پیشرفت اقلانیت مقاومت کنه و جلوی افسایش سطح آگاهی رو بگیره. خب تا همینجا که پیشرفتیم افراد دو موزه متفاوت نسبت به فلسفه هگل پیدا می دسته اول میگن اینکه اندیشه بشر همیشه در حال پیشرفته و به تناسبش همه چیز در جوامع بشری پیشرفت میکنه یک امر بدیهیه. پس چرا باید به خاطرش گفتمان هگل انقدر مورد توجه قرار بگیره؟ چون هگل اولین فیلسوفی بود که چون این حرفی زد اولین فیلسوفی بود که رسما اعلام کرد همه چیز همواره در حال پیشرفته چرا که اندیشه بشر در فرایند دیالکتیک همواره پیشرفت میکنه درباره فرایند دیالکتیک در ویدیو دیگری مفصل صحبت کردم لینکش رو در پایین ویدیو میذارم اگر دوست داشتید تماشا کنید اما دسته دوم از افراد کسانی هستند که با فلسفه هگل مخالفند میگن این فرضیه که اندیشه بشر در مسیر تاریخ در حال پیشرفته نه تنها بدیهی نیست بلکه به نظر میاد غلطه خود هیل میگه شرایط جوامع باستابی از اندیشه انسان هاست با این حساب پسرفت یک جامعه هم میبایست باستاب ارتجاع فکر و اندیشه انسان ها باشه مانند اون چه با به وجود اومدن اندیشه فاشیسم در آلمان نازی رخ داد یعنی جنگ جهانی دوم با میلیون ها کشته یا مثلا شرایط جامعه ایران قبل و بعد انقلاب 57 رو در نظر بگیرید. اجازه بدید به خاطر اینکه از تبیین فلسفه هگل خارج نشم ساده سازی کنم. به نظر میاد نسل انقلاب 57 از نداشتن آزادی های سیاسی در رژیم گذشته دلخور بودند. بعد از انقلاب نه تنها از آزادی های سیاسی برخوردار نشدیم بلکه آزادی های اجتماعی رو هم از دست دادیم اعتبارمون رو هم در صحنه بین‌المللی از دست دادیم اقتصادمون از عرش به فرش رسید، پولمون بیارزه شد، تورم سر به فلک کشید و اختلاس و دوزی و فقر و بدبختی همه مملکت رو فرا گرفت. با توجه به این مثال و خیلی مثال دیگه، هگل رو چه حسابی میگه که مسیر تاریخ رو به پیش رفته؟ ببینید هگل به درستی میگه که اندیش و اقلانیت در حال پیش رفته. اما در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد. اول اینکه پیشرفت رو میبایست در بازه های طولانی مدت تاریخ و در عمق وقایع تاریخی جستجو کرد نه در بازه های کوتاه مدت تاریخ و نه در ظاهر امور دومی که درست پیشرفت جامعه باستابی از پیشرفت اندیشه انسان هاست اما این دو دقیقا همزمان به وجود نمیان ابتدا پیشرفت اندیشه یعنی رشد اقلانیت و ارتقای سطح آگاهی صورت میگیره بعد با یک تأخر زمانی بازتابش در بهبود شرایط جامعه نمایان میشه. فلسفه هگل رو در رابطه با اونچه در ایران گذشت شاید اینطور بشه تعبیر کرد که برای رشد اقلانیت و برای شکلیری اندیشه آزادی و دموکراسی سودای حکومت دینی که در ذهن قشری از مردم ایران وجود داشت می بایست از بین میرفت. مثل یک قده سرطانی که فقط با درمانهای سخت و طاقت فرسا درمان میشه. حالا پس از گذشت 44 سال در ازهان بسیاری از مردم جامعه امروز ایران به مدد کارنامه فاجه آمیز حکومت فعلی سودای حکومت دینی از بین رفت و اندیشه سکولار جاشو گرفت. یعنی اکثر افراد چه دیندار باشند چه بیدین به این باور رسیدند که دین باید از حکومت جدا باشه. این مستاق بارزی از پیشرفت اندیشه است. یا مثلا تفکر قالب گفتمان انقلاب 57 غرب ستیزی بود. اما امروز بسیاری از مردم به این اندیشه مترقی رسیدند که غرب ستیزی باعث بدبختی و عقب افتادگی جامعه میشه. نه اینکه بخوایم دوز و کلک های سیاست مداران غربی، استعمارگری، جنگ افروزی و قدرت طلبی حکومت های غربی رو انکار کنیم، نه. اما هنگامی که آتش نفرت حاصل از ایدئولوژی غرب ستیزی رو در ذهنمون خاموش کردیم متوجه چیزهای دیگری شدیم فهمیدیم که جهان غرب در زمینه علم و فلسفه و اقتصاد و دموکراسی و بسیاری چیزهای دیگه پیشتازه و دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته که ما هم میتونیم از اونها بیاموزیم و از دستاوردهاشون بهره ببریم برای اینکه ما هم مثل اونها رشد و توسعه و رفاه و امنیت میخوایم به خاطر اینکه ما هم مثل اونها برای مردم ایران آزادی و دموکراسی میخوایم، به این ترتیب اندیشه حاکم بر جامعه ایران از انقلاب 57 تا به امروز متحول شده و پیشرفت کرده. درسته که با وجود این تحول فکری هنوز شرایط زندگی سخته و به نظر میاد روزهای سختری هم در انتظار ما هستند. اما مطابق فلسفه هگل در طولانی مدت پیشرفت اندیشه و رشد اقلانیت و ارتقای سطح آگاهی مردم حتما در بهبود وضعیت کشور نمایان خواهد شد پس باید با آینده امیدوار بود خب برگردم به اصل موضوع تا اینجا گفتم که مطابق دستگاه فلسفه هگل تاریخ آرمانگراست آرمان تاریخ پیشرفت اندیشه انسان هاست و به طبعش شرایط جوامع بهتر خواهد شد حتی اگر در مقاطعی از تاریخ در کوتاه مدت و در ظاهر امور برعکس به نظر برسه. اما پیشرفت از نظر هیگل یک پدیده خطی نیست، پیشرفت دیالکتیکه. برای باز کردن راه خودش در تاریخ از مسیرهای پرپیچ و خم و پرتلاتم عبور میکنه. معمولا دو قدم به جلو و یک قدم به عقب برمیداره. و همین دلیله که در برخی مقاطع تاریخی به نظر نمیاد انسانیت در حال پیشرفت باشه. گرچه اغلب اوقات بزرگترین و مهمترین پیشرفتها در پی سختترین دورانهای تاریخ ظهور میکنند آرمان تاریخ پیشرفت اندیشه رشد اقلانیت و افزایش سطح آگاهی انسان هاست. روی محور زمان تاریخ به سوی چنین آرمانی حرکت میکنه حتی اگر همیشه کوتاهترین و بهترین مسیرها را انتخاب نکنه در زم اندیشه انسان ها بدون تجربه درد و رنج و بدون طی کردن مسیر پرفرازونشی به تاریخ تکامل پیدا نمیکنه. پیشرفت نه در آسایش و راحتی بلکه در جدال و مبارزه حاصل میشه. هگل از الزام تجربه در مسیر پیشرفت صحبت میکنه. این تجربه است که باعث میشه پیشرفت اندیشه در مسیر تاریخ صورت بگیره. در دورنجی که انسان‌ها طی تاریخ متحمل شدند، لازمه ظهور اقلانیت مدرن بوده. مثلا برای رسیدن به این آگاهی که چرا استبداد و بردهداری و نجات پرستی و سایر پدیده های از این دست غیر اخلاقی هن و میبایست ریشه بشند، این پدیده ها میبایست مورد تجربه تاریخی قرار میگرفتند. بدون تجربه تاریخی، چون این اقلانیتی از عالم غیب ظهور نمی کنه. ممکنه فرایند تاریخ ظالمانه به نظر برسه. میگن تاریخ معلمیه که اول امتحان میگیره، بعدا درس میده. به هر حال ماهیت تاریخ این گونه است. در بستر تاریخ انسان باید تجربه کنه تا بیاموزه. هگل معتقد جهت پیشرفت در مسیر تاریخ از تجربه درد و رنج گریزی نیست. برای ارتقای آگاهی و ظهور اقلانیت راهی جز این نیست. برای اینکه کودک خطر آتش رو درک کنه، میبایست حداقل یک بار بر اثر حرارت مثلا دستش یا دهانش سوخته باشه. تا زمانی که هیچ گونه تجربه ای از سوختن نداشته باشه، گزاره آتش می سوزاند پس خطرناک است براش است. آیا منظور هیل اینه که جامعه بشری باید خودش رو بسوزونه تا بفهمه که سوختن خطرناکه و باید ازش اجتناب کنه؟ دقیقا همینطوره از نظر هیل راه دیگری وجود نداره البته انسان ها از تجربه های یکدیگر هم درس می گیرند مثلا پس از مشاهده تجربه کشورهای کمونیستی این آگاهی و اقلانیت در عموم مردم ایران شکل گرفته که چون این حکومت باعث عقب و فقر و فلاکت کشورها شدند. البته اینجا هم فلسفه هیل صادقه. چون تا اندیشه کمونیسم حداقل توسط بخشی از انسانها تجربه نمیشد، آگاهی لازم نسبت به خطرناک بودن حکومت کمونیستی حاصل نمیشد. هگل معتقد که پیشرفت اندیشه حاصل یک پروسه تاریخیه، پروسه‌ای که می مرحله به مرحله پیش بره. مراحلی که یکی پس از دیگری می طی بشن. قرار گرفتن در یک مرحله بدون سپری کردن مراحل قبلی بی معناست. درست مثل مراحل رشد انسان میمونه. می مرحله می مراحل جنینی، نوزادی، خردسالی، کودکی، نوجوانی و جوانی یکی پس از دیگری سپریشان تا انسان به بلوغ فکری برسه نمیشه از یک کودک توقع داشت مانند یک بزرگسال بیاندیشه چرا که از لحاظ رشد عقلی هنوز به اون مرحله از تکامل نرسیده به همین ترتیب پیشرفت و رشد اقلانیت در جوامع انسانی هم قدم به قدم و مرحله به مرحله صورت میگیره. مثلا در دوران حکومت‌های فرعون‌ها در مصر باستان مفهوم دموکراسی بی‌معنا بود چرا که هنوز مسیر تاریخی خودش رو برای رسیدن به مرحله ظهور طی نکرده بود انسانیت هنوز به این مرحله از رشد خودش نرسیده بود. اگر کسی در زمان فرعونها از دموکراسی صحبت می کرد، مردم او را دیوانه می پنداشتند. پیشرفت اندیشه و رشد اقلانیت چیزی نیست که ناگهانی به وجود بیاد، بلکه مرحله به مرحله حاصل می شه. مثلا، انسانها در ابتدا برای به وجود آوردن ساختارهای اجتماعی نیاز داشتن حول یک شخصیت مختدر جمع بشن و از او کنند به همین دلیل تمدن‌های اولیه همگی استبدادی بودند از حاکمان بابل بگیری تا فرعون‌های مصر که همگی نمادهای قدرت مطلقه بودند بعد در یونان باستان قدرت بین جمع اقلیتی از افراد تقسیم شد و در پیش آریستوکراسی، اولیگارشی و سپس دموکراسی آتنی به وجود آمد. دموکراسی آتنی که حکومت ده درصد شهروند به 90 درصد بقیه مردم بود. تا اینکه در قرن هم در اروپا لیبرالیسم و دموکراسی مدرن ظهور کرد که باعث تقسیم بیشتر و گستردهتر قدرت سیاسی بین افراد شد پس به این ترتیب اندیشه آزادی و دموکراسی در جریان تاریخ به مرور و آرام آرام در جوامع پیشرفت ریشه دوند و گسترش پیدا کرد البته نه در یک مسیر خطی بلکه در مسیری پرفراز و نشیب و گاهی همراه با گرد. هگل از مفهومی به نام روح زمانه صحبت میکنه و میگه اقلانیت و آگاهی در هر دورانی از تاریخ متناسب با روح زمانه خودشه. روح زمانه ذهنیت مردم دوران خودش رو محصور و مشروط میکنه. هگل میگفت روح هر انسانی بخش کوچکی از روح زمان است. اینکه میگن هر انسانی فرزند زمانه خودشه به این دلیل که ذهنیت و اندیشه انسان به طور طبیعی با توجه به روح زمان خودش شکل میگیره. ما تمایل داریم انسانهایی که در دورانهای گذشته با تفکر حاکم بر زمان خودشون میزیستند رو با معیارهای اخلاقی و ارزشهای زمان خودمون بسنجیم و قضاوت کنیم. از نظر هگل این روی کرد غیر منطقیه. نگاه کردن به گذشته با عینک امروز و محکوم کردن مردمی که در دوران خودشون طبیعتا مطابق ارزش ها و میار های دوران ما زندگی نمی کردند یعنی نفهمیدن مسیر تاریخ. مثل اینکه کودکی رو تنبیه کنیم به جرم اینکه مثل بزرگ سال رفتار نمی کنه. از دیدگاه هگل نمیشه گفتار و رفتار و عملکرد انسان ها رو فارغ از زمان و دوران وقوعشون قضاوت کرد. از نظر هگل انسان یک موجود تاریخیه هر انسانی محصول دورانی که درش زندگی میکنه و دوران ما که با سپری شدن دورانهای پیش از خودش از راه رسیده وارث اندیشه ها و ارزشهایی که در مسیر تاریخ تکامل پیدا کردند و متحول شدند از نظر هگل نمیشه گفت فلان شخصیت تاریخی چون دیکتاتور بوده پس الزاما آدم بدی بوده بدون در نظر گرفتن روح زمانه دورانی که رهبران اکثر کشورهای دنیا مستبد و خودکامه بودند. البته که دیکتاتور بودن در دوران زندگی ما غیر اخلاقی و باید محکوم بشه. به هر حال هگل معتقد بود قضاوت انسانها بدون در نظر گرفتن کانتکست تاریخی و روح زمانشون غیر منطقیه. خب پس گفتم در دستگاه فلسفه هگل روح زمانه در هر دورانی ذهنیت و اندیشه انسانها رو مشروط میکنه. نتیجه که از این فرضی حاصل میشه اینه که بر خلاف اون چه به نظر میرسه بیشتر از این که انسانها تاریخ رو بسازند این تاریخه که انسانها ها رو میسازه در نگاه اولین ادعای دور از ذهنی به نظر میاد چون بر اساس شواهد مادی به نظر میاد که انسانها تاریخ رو رقم میزنند نه اینکه که ای به نام تاریخ اندیشه انسانها رو بسازه مگه غیر از اینه که تاریخ علم مطالعه وقایع و حوادثی که حاصل عملکرد انسان ها باشند. اگر در کتاب تاریخ نوشته شده که آمریکا در سال 1492 کشف شد، به این دلیل که مردی به نام کریستوف کولومب اراده کرد، سوار کشتی شد، در دریاها و اویانوس ها سیر سفر کرد تا به سرزمینی به نام آمریکا رسید. بگذریم از اینکه او فکر میکرد به سرزمین هندوستان رسیده و اینکه از آمریکا سر در آورد، سوء تفاهمی بیش نبود. در هر صورت این رویداد تاریخی حاصل اراده و عمل کرده انسان بوده. بدون اراده و عمل کرده انسان هیچ رویداد تاریخی رخ نمیده. به نظر میاد انسان ها تاریخ رو می سازند. اما هیگل به ما چیز دیگری میگه. میگه انسان های بزرگ قبل از اینکه تاریخ ساز باشند تجلی روح زمانه خودشون بودند. کریستوف کولومب تجلی روح زمانه خودش بود. روحیه رونسانس اروپایی که یکی از ویژگی های بارزش اکتشاف و فتح سرزمین های جدید بود. همونطور که ناپل اون تجلی روح زمانه خودش بود، یعنی تجلی روحیه انقلابی که باعث به وجود اومدن دولت ملت مدرن شد. از نظر هیل ناپل اون یکی از بزرگ مردان تاریخ بود نه به خاطر جنگ و دلاوری بلکه به این خاطر که روح زمانه دوران خودش رو درک کرده بود. و به نقشش در مسیر تاریخ آگاه بود. هگل میگه ناپلئون آغازگر جپه ایتالیا نبود بلکه تاریخ به وسیله ناپلئون آغازگر جپه ایتالیا شد. ناپلئون در اون دوران انسان منتخب تاریخ بود برای انجام دادن رسالتی که تاریخ بر احتش نهاده بود. این مدعای هگل خیلی عجیبه چون طبق توضیحات او انگار تاریخ موجودی آگاهه که انسانها رو ابزار دست خودش میکنه و اراده خودش رو از طریق انسانها به مرحله ظهور میرسونه. فلسفه تاریخ ایگل کم و بیش همینه. از دیدگاه او انسانها ابزار دست تاریخند. تاریخ با استفاده از انسانها خودش رو متحقق میکنه. این یعنی فهم تاریخ به مسابه یک اراده بزرگ طبیعی که از طریق اراده انسانها متحقق میشه. یعنی این که انسان ها ابزار دست تاریخند و اراده هر انسان بخش کوچکی از اراده تاریخه. وقتی فلسفه هگل رو میخونیم به نظر میاد که تاریخ به واسطه یک نیروی طبیعی پنهان به سوی آرمانی مشخص هدایت میشه. از نظر هگل تاریخ به یک منطق کلی مجهزه و هر واقعه تاریخی رو میشه بر اساس اون منطق توضیح داد. بنابراین هیچ واقعی تاریخی بی دلیل و غیرمنطقی نیست. واقعی که غیرمنطقی به نظر برسه، واقعی که ما منطقش رو نفهمیدیم. هر واقعی تاریخی بر اساس یک منطق کلی اتفاق میافته. هگل معتقد نیروی طبیعی به نام عقل کل وجود داره که در تاریخ خودش رو آشکار میکنه عقل کل در بستر تاریخ به مرور گسترش پیدا میکنه. برخی افراد گفتند که اینجا فلسفه هگل بیشتر دیگه به عرفان نزدیک میشه. به نظر میاد هگل با تأکید بر آرمانگرایی تاریخ و وجود یک نیروی پنهان طبیعی به نام عقل کل داره خدا رو وارد معادله طبیعت میکنه. فقط اسمش رو به جای خدا میگذاره عقل کل که برای اهل فلسفه قابل پذیرش باشه. خب همینطور هم هست منظور هگل همین بوده. البته هگل به خدای ادیان یعنی خدایی که امر و نهی میکنه، پاداش میده، مجازات میکنه و در جزئی ترین مسائل زندگی انسانها دخالت میکنه به هیچ عنوان معتقد نیست. خدای هگل یک خدای فلسفیه که اسمش رو عقل کل میذاره. برای هگل خدا یک نیروی منطقی جهان شموله که در بطن هستی همواره در جریانه. در ادیان ابراهیمی خدا ورای طبیعته اما از نظر هگل خدا در خود طبیعته. به هر حال این پدیده‌ای که هگل اسمش رو عقل کل میگذاره به مرور و آرام آرام در بستر تاریخ از طریق اراده و عملکرد انسانها آشکار میشه. در هر مرحله انسان ها به نتایج عمل کردشون نگاه می و تجربه می اندوزند و از تجربه ها درس میگیرند. بدین ترتیب اندیشه بشر پیشرفت می کنه و هر بار تاریخ به آرمان خودش چند قدم نزدیکتر می شه. البته اگر انسان ها اونطور که باید و شاید از تجربه هاشون درس نگیرند دوباره باید تجربه کنند و دوباره باید بیاموزند تا در روند دیالکتیک تاریخ بالاخره به سطح بالاتری از آگاهی برسند هگل به کنایه میگه آنگاه که لازم باشد خود تاریخ به ما خواهد آموخت که ما هنوز از تاریخ درس نگرفتیم به هر حال برای ارتقای سطح آگاهی انسانها راهی به جز تجربه تاریخی نیست تک تک تجربه های تاریخی مراحلی از مسیر تکامل و ارتقای اندیشه به حساب میان تاریخ مسیری پرفراز و نشیبه مسیری که گاهی مستلزم عقبگرده اما آرمانگراست و آرمانش پیشرفت اندیشه است. اندیشه بشر در واکنش به وقایع تاریخی پیشرفت میکنه. قبل از اندیشیدن به زندگی باید زندگی کرد. قبل از درس گرفتن از تجربه ها باید تجربه کرد. درسته که تاریخ بشر صحنه جنگ و جداله. گرچه این جنگ و ها برای انسان ها درد و رنج می آفرینند. اما این تنها راه ممکن برای تجلی عقل کل در جوامع بشریه. عقل کل در بستر تاریخ در آگاهی و اندیشه انسانها تسری پیدا میکنه. از دیدگاه هگل آرمانگرایی تاریخ به مسابع نیروی پنهان در پوشش احساسات و هیجانات انسانها ظهور میکنه به اراده و عمل تبدیل میشه و تجربه های تاریخی میآفرینه. تجربه هایی که به مرور زمان موجب پیشرفت اندیشه و اقلانیت میشند. در هر صورت هگل این گونه تناسب انسان و تاریخ رو توضیح میده. خب احساس میکنم گفتار امروز من کمی سخت و طولانی شد. امیدوارم خستتون نکرده باشم. ممنون از همه شما که دووم آوردید و تا آخر این ویدیو همراه من بودید. دمتون گرم تا دیدار بعدی خرد یار و نگهدارتون.